الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فضا غليظ الغلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في العمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم خدمت همه شما خواهران و برادران عزیز شنوندگان و بینندگان عزیز در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات خوشبختانه به توفیق خداوند تبارک و تعالی رسیدیم به قسمتی دیگری از درس های سلسله آنچه که هر مسلمان باید بداند در دو درس گذشته ایمان در ارتباط به شیبه به اخلاقی پیامبر محبوب ایمان صلی الله علیه وسلم در فامیل و همراه اطفال صحبت داشتیم در درس ایم روزیمان ایمان شیبه و یا رفتار و یا اخلاق پیامبر صلی الله علیه وسلم در برابر یارانش است ببینیم پیامبر محبوب ایمان صلی الله علیه وسلم در جمعی از اصحاب و شاگردان مکتب نبوی چی برخوردی داشتن؟ حضرت انس رضی الله تعالی میفرماید من چندین سال خدمت رسول الله صلی الله علیه و را کردم هیچگاه ندیدم روزی را که پیامبر صلی الله علیه و طرف من قهر کند یا غضب کند یا انتقاد داشته باشد که این کار را فلان کردی و آن کار را فلان کردی چرا این کار را انجام ندادی حتی این قضايا به جای رسید که در یکی از روزها مرا دنبال کار فرستاد در حالی که من در سرین نوجوانی بودم میگه من رفتم مصروف صحبت به هم نوعان هم سند و سالانم شدم خیلی زیاد تاخیر شد این تقریبا مدت ها وقت گذشت خیلی زیاد چند ساعت رو بگیم در گرفت پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم انتظار و انتظار دیدن که انس برنگشت خودشان حرکت کردند دیدن که در کوچه و یا در بازار اون زمان حضرت انس رضی الله تعالی هم همراه همسند سالانش مصروف صحبت هستند حضرت انس میفرمایند که دیدم دست نرم پشت گردنم را لمس کرد نگاهی کردم که پیامبر محبوب من صلی الله علیه وسلم است بدون اینکه کدام قهر و قذب و پینک تروشی بکنن فرمودن فرزند عزیزم من شما را به کجا روان کردم گفتم یا رسول الله صلی الله علیه فراموش کردم من صحبت با اینها شدم فرمودن خیر است بدون کدام قهر و و پینک این یک نمونه ای از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و در برابر یک خادم یا یک کارگرش در مجموع صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین به این معتقدن به با این باورن که وقتی رحمت للعالمین سید المرسلین در مجلسی میشستن طور صحبت میکردند که هر کسی فکر میکرد با من صحبت میکند یعنی مخاطب خاصی نمیداشتن همه را مد نظر میگرفتن در راه وقتی میرفتن طور راه میرفتن که کسی احساس نمیکرد حتی اگر کسی میامد میدید فکر نمیکرد که کدام یکی از اینها پیامبر هست وقتی با کسی دست میدادن هرگیز دستشان را کش نمیکردن از جانب مقابل از دست جانب مقابل تا وقتی که او دستش را رها نمیکرد. هر کسی قدرت و توانایی را داشت که پیامبر صلی الله علیه و را در راه استاد بکند و همراهش صحبت بکند حتی تا جایی رسید که روز از روزها میگه ما در راه میرفتیم یک زنی پیرزن موسفید پیامبر صلی الله علیه و را استاد کرد چندین دقیقه وقت همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت کردن الله اکبر یعنی با این حالت اخلاق و شیوه داشت حتی به جایی رسید که در سفر با یارانش وقتی سفر میکردن یکی از صحابه رضی الله تعالی عنه میفرمایند ما در جای سفر کردیم به گوسفندی داشتیم میخواستیم که ای را ذبح کنیم و برایمان کواب جور کنیم به اصطلاح امروزی ما وقتی که شروع کردیم به این کار یکی از صحابه گفت یا رسول الله ذبح گوسفند به دوش من دیگری صدا بلند کرد گفت یا رسول الله پوست کردن گوسفند به دوش من دیگری گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر و مادر من فدایت تقسیم کردن و یا تکه تکه کردن گوشت به جمع من یکی دیگر از جا بلند شد گفت یا رسول الله پختن گوشت مسئولیتش با من ناگهان میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم از زمین حرکت کردن و فرمودن و علی جمع الحطب جمع کردن چیزم و یا چوب با من میگه همه صدا زدم که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر و مادرمان فدایت مگر ما کفایت نمی کنیم. مگر ما نمی توانیم این کار را انجام بدیم در پاسخ فرمود من نمی از شما برتری کنم منم به شما دوست هستم رفیق هستم همسفر هستم منم هم می خواهم به عنوان یک فرد سهم بگیرم در قضیه این کار الله اکبر الله اکبر بزرگترین پیام است برای او خودخواهان برای او متکبران برای او جاهلان برای او تاغوتان سرکش که فکر میکنن همه باید زیر دست اینها باشن همه باید کفش اینها را برس بزنن همه باید خدمت اینها را بکنن هرگیز از جای شرکت نمیکنن در بنای مسجد النبی در مدینه منوره وقتی که شروع کردن به کار مسجد صحابه میگن یک بار ما متوجه شدیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از قضیه هجرت در مدینه که آن هم میگه خش را در آغوش دارد یا به اصطلاح بگیم گل را در دست دارد و کار میکند ناگهان حضرت حمزه رضی الله تعالی صدا کرد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر ما کفایت نمی کنیم، ما نمیتوانیم این کار را انجام بدیم شما چرا این کار را میکنید شما بنشینید و فقط نظاره کنید پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند منم بنده ای الله هستم و میخواهم در خانه ای الله سهم در بنای خانه ای الله مگر نمیخواهید من بنده شکرگزار باشم این گونه تعامل این گونه رفتار این گونه برخورد در زندگی با یارانش با دوستانش داشته اگر میخواهید عزت میخواهید سربلندی میخواهید آبرو میخواهید زندگی خوب و خوش میخواهید با یاران و دوستان و همسند و سالان همسنفیان رفیقان همسایگانتان با این گونه باید برخورد داشته باشید این بود نمونه های دیگری از اخلاق پیامبر صلی الله علیه با یارانش تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار می همه شما را به الله پاک و بینیاز نیاز می السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته